سلام، خوش اومدین. امروز میخوام شروع بکنم صحبت کردن راجع به یکی از اصلی ترین کاربردهای نظریه بازی ها در تمام علوم رو، و اون هم کاربرد نظریه بازی ها در تحلیل رقابت های چند جانبه است. یعنی وقتی که چند شرکت در یک بازار دارن با همدیگه رقابت میکنن و میتونن یا قیمتشون رو متفاوت تعیین بکنن یا میزان متفاوتی از یک کالا تولید بکنن و و و یک رقابت چند جانبه داریم. و مثالش در کشور ما میتونه مثلا رقابت بین ایران خودرو و سایپا باشه، در جهان میتونه رقابت بین کارخونه های بزرگ اتومبیل سازی، کارخونه های بزرگ لپتاپ سازی، دل، توشیبا، وایو و اپل و و و. این رقابت های چند جانبه در نظریه بازی ها با مدلی به نام کورنو که به صورت کورنوت نوشته میشیم مینویسیمش تحلیل میشه، و این مدل کورنو در حقیقت پایه‌ای ترین مدل تحلیل رقابت‌های چند جانبه است. پس من می‌خوام امروز به شما مدل کورنو رو معرفی بکنم، در حقیقت بازیش رو به صورت استراتژیک تعریف بکنم و بعد ببینیم که آیا می‌رسیم همین امروز در این ویدیو حلش بکنیم یا نه. در رقابت کورنو که آقای کورنو رو معرفی کرد، بازیگرها در ساده‌ترین حالت دو شرکت هستند، یعنی شرکت‌های 1 و 2، که این دو شرکت یک کالای مشابهی رو تولید میکنن، مثلا هر دو اتومبیل تولید میکنن یا هر دو هر کالایی رو تولید میکنن که این دو کالا دقیقا مشابه هم هست. خب این دو شرکت عملی که میتونن صورت بدن، عمل کردی که میتونن داشته باشن یا اکشنی که میتونن داشته باشن، تعیین میزان تولید هست. یعنی میتونن تعیین بکنن که من چه مقداری تولید بکنم. خب در مدل کورنو شرکت ها روی قیمت هیچ، در حقیقت قیمت رو به صورت مستقیم تعیین نمی کنن، بلکه میزان تولید رو تعیین می کنن. و این میزان تولید شرکت ها که من با کیو آی نشونش میدم، یعنی کیو 1 یا کیو 2، یعنی میزان کوانتیتی یا تولیدی که یک شرکت صورت میده، میتونه هر عددی باشه بین 0 تا یک عدد خیلی بزرگی، شما اصلا فرض کنید بی نهایت. یعنی فرض میکنیم شرکت ها میتونن هر چقدر دوست داشتن تولید بکنن. خب و این طبعا یا Q1 هست یا Q2، یعنی هر شرکت میتونه تصمیم بگیره یک مقداری تولید بکنه. و در نهایت چیزی که من باید تعیین بکنم پیاف ها یا پریفرنس ها یا ترجیحات و نتیجه های نهایی از همه اینها درسته. من باید تعیین بکنم که نتیجه نهایی که حاصل میشه برای هر شرکت به چه شکل هست. و داستان این نتیجه نهایی یه خورده طولانی تر از دو بخش قبل مدل هست. اولا هزینه تولید هر واحد کالا من فرض میکنم که هست سی. خب سی کاست، یعنی برای هر دو شرکت اولا این ثابته و ثانیاً هزینه تولید هر واحد کالا هست سی. یعنی اگر یک شرکتی تصمیم بگیره مثلا 10,000 تا اتومبیل تولید بکنه، 10,000 ضرب در سی هزینه تولید اون هست. خب بنابراین من میتونم بگم که هزینه تولید کل برای هر کدوم از شرکت ها برابر میشه با QI، یعنی Q1 یا Q2، این که تصمیم بگیرن چقدر تولید بکنن، ضرب در سی. خب پس من الان هزینه کل رو به دست آوردم. من برای اینکه بتونم سود شرکت ها از حضور در این بازی رو به دست بیارم، نیاز دارم که در حقیقت درآمد شرکت ها رو هم حساب بکنم. درآمد شرکت ها که این درآمد شرکت ها برابر هست با قیمت اون کالا در بازار، یعنی مثلا هر ماشین قیمتش چقدر هست، ضرب در میزان تولیدی که اون شرکت صورت میده دیگه، درسته؟ یعنی مثلا اگر 10,000 تا تولید بکنه و قیمت اون ماشین در بازار باشه مثلا 10 میلیون تومان، سودش میشه قیمت ضرب در Q1 یا QI در حقیقت، یعنی 10,000 ضرب در 10 میلیون تومان که قیمت یه دونه هست. اما این قیمت خودش یک تابعی از میزان کل عرضه اون کالا در بازار. خب این یک مبحث اقتصادی، اگر اقتصاد قبلا نگذروندید احتمالاً خیلی با این مفهوم الان راحت نیستید، ولی این یک مفهوم خیلی ساده اقتصادی و در این حال عمیق اقتصادی هست. برای دوستانی که اقتصاد خوندن من عذرخواهی میکنم، میخوام یک دقیقه این تابر رو توضیح بدم که به چه شکل هست. خب
اما داستان از این قراره که وقتی عرضه یک کالا در بازار زیاد میشه، یعنی وقتی که من خیلی ماشین بریزم توی بازار، به این دلیل که تقاضای ماشین، بذارید اینجوری نگم، وقتی که خیلی کالا در بازار زیاد میشه ارزشش کم میشه. خب این همون دست نامرئی آدام اسمیت هست و من خیلی نمیخوام با جزئیات توضیح بدم، اما کل داستان اینه که وقتی مثلا شما یک کالایی رو در نظر بگیرید که خیلی زیاده، مثلا خاک، این خاک قیمتش کمه در مقایسه با طلا، چون طلا کم هست در جهان و در نتیجه قیمتش میره بالا، و بنابراین الان در این بازاری که من دارم مدل میکنم قیمت یک تابعی خواهد بود از Q1 به علاوه Q2، یعنی مجموع عرضه‌ای که این دو شرکت میکنن در بازار، یعنی چند واحد ماشین میریزن تو بازار، تعیین میکنه که قیمت چقدر باشه و این یک تابع نزولی هست، یعنی هر چقدر عرضه بره بارا قیمت میاد پایین. در ساده ترین حالت ممکن من فرض میکنم که رابطه بین قیمت و عرضه یک کالا یک همچین شکلی داره که اگر عرضه کلی که اون کالا، یعنی Q1 به علاوه Q2، اگر عرضه کلی که اون کالا در بازار داره خیلی زیاد بشه، یعنی برسه به یک عدد آلفایی، من اسم اینو میذارم آلفا، در این صورت قیمت صفر میشه. خب این الان این نمودار پی هست، این محور کیو هست، این محور پی، در این صورت قیمت صفر میشه، یعنی دیگه اون کالا کاملا بی ارزش میشه، مثل خاک، مثل هوا، اینا دیگه انقدر زیاد هستن هیچ کس نمیتونه بفروشه اونها رو، تقریبا قیمتشون صفر هست. از طرف دیگه من فرض میکنم که اگر عرضه اون کالا در بازار خیلی کم بود، یعنی نزدیک به صفر بود، قیمتش یه عدد خیلی بزرگی میشه که من اسمش رو میذارم اون رو هم آلفا. خب برای این مثال شما میتونید مثلا ماشین، بذارید اصلا من بنویسم، مثلا در این نقطه شما میتونید ماشینی مثلا لامبورگینی رو در نظر بگیرید که حالا من خودم هم از نزدیک تا حالا ندیدم، یا مثلا پورش، ماشین پورش، که این دوتا ماشین انقدر در بازار کم هستن و خاص هستن که قیمتشون خیلی بالاه و خریدنشون خیلی دشواره، یعنی شما باید هزینه خیلی زیادی بکنید، و من فرض میکنم که بین این دو نقطه رابطه قیمت و عرضه یک همچین شکلی است. یعنی مثلا بذارید من یک نمودار، یک نقطه اینو مشخص بکنم، مثلا در این نقطه، یعنی اگر مجموع عرضه دو شرکت بشه انقدر، در این صورت قیمت اون کالا در بازار میشه اینقدر، و اگر عرضه هر چقدر کمتر بشه، مثلا بیاد به این نقطه، در این صورت قیمتش میره بالاتر، چون ما در بازار داریم کمتر عرضه میکنیم. بنابراین شما میتونید در این تابع درآمد ببینید که هر چقدر عرضه بره بالا قیمت میاد پایین، و بنابراین من نمیتونم با زیاد کردن تولیدم همیشه سود بکنم، چون به یه جایی میرسه که اصلا قیمت دیگه صفر میشه و بنابراین من دیگه درآمدم صفر میشه. خب پس به نفعم نیست که هی زیاد بکنم عرضه رو، به نفعمه تا یک جایی تولید بکنم که حاصل ضرب اون با قیمت درآمد منو حد اکثر بکنه. خب پس تا اینجا رو ما الان فهمیدیم که این بازار چه شکلی هست و بنابراین سود هر شرکت یا پیافی که هر شرکت خواهد داشت، نتیجه نهایی که من اون رو با سود نشون میدم، پایه مثلا شرکت یک برابر میشه با Q1 ضرب در P، یعنی قیمت بازار، که این یک تابعی هست از Q1 به علاوه Q2، منهای C ضرب در Q1، درسته؟ یعنی این هزینه‌شه، این سودشه، و به همین ترتیب سود شرکت دوم هم میشه Q2 ضرب در P که یک تابعی هست از Q1 به علاوه Q2، قیمت بازار یک تابعی هست از کل عرضه بازار، منهای C ضرب در Q2. من فقط خواهش میکنم به فرضیاتی که من در این مثال تا الان کردم دقت کنید. من فرض کردم که دو کالا دقیقا مشابه هم، یعنی مجموع عرضه دو شرکت هست که قیمت رو تعیین میکنه، و از طرفی فرض کردم که هزینه کاملا خطیه، یعنی یک واحد هزینهش نصف دو واحده و دو واحد نصف چهار واحد. خب و دوباره فرض کردم که این هم خطیه، یعنی دقیقا اگر عرضه یک کالا دو برابر بشه قیمتش نصف میشه. اینها همه فرض هایی که من اینجا کردم فقط برای اینکه مسئله رو ساده تر بکنم و بتونم راحت تر حلش بکنم.
تابع سود رو کمی واضح‌ترش هم از اینی که هست بکنم با جایگذاری این نمودار رابطه قیمت و عرضه با اینی که اینجا نوشتم. الان من فقط نوشتم که پی یک تابعیه، من میتونم دقیقا مقدار این تابع رو بذارم. ببینید این تابعی که من الان اینجا کشیدم در حقیقت یعنی پی کیو یک به علاوه کیو دو یک همچین شکلی داره دیگه. یعنی من دارم میگم که اگر کیو یک به علاوه کیو دو بزرگتر بود از یک آلفایی، یعنی از اینجا بزرگتر شد، این قیمت میشه صفر. ولی اگر Q1 به علاوه Q2 کوچکتر بود از یا مساوی بود با از آلفا، یعنی این ور ما نمودار بودیم، قیمت برابر میشه با آلفای منهای Q1 به علاوه Q2. خب من این خورده اینجا رو کثیف نوشتم، بذارید این رو یه خورده بیام این ورتر بنویسم. این در حقیقت هست آلفا منهای Q1 به علاوه Q2. خب و میبینید که اگر Q1 به علاوه Q2 صفر باشه این تابع دقیقا مقدارش میشه آلفا که این نقطه هست، و اگر این Q1 به علاوه Q2 دقیقا مساوی با آلفا باشه یعنی این نقطه، این تابع مقدارش میشه آلفا منهای آلفا یعنی صفر. بنابراین من نمودار این خط رو الان به دست آوردم که هست آلفا منهای Q1 به علاوه Q2. خب پس این قیمت هست، یعنی الان قیمت من به ازای هر عرضه بازار یک همچین فرمولی داره و بنابراین سود شرکت های من به این شکل خواهد بود که پای آی یعنی سود یک شرکت پی آی شرکت آیوم برابر میشه با کیو آی یعنی تولید شرکت آی، این آی یا یک یا دو، ضرب در آلفا منهای کیو یک منهای کیو دو، آلفای منهای کیو یک بله به کیو دوه منهای سی در کیو آی. خب بنابراین سود شرکت آیوم مساوی میشه با کیو آی ضرب در آلفا منهای کیو یک منهای کیو دو منهای سی. من فقط از کیو آی فاکتور گرفتم، بنابراین این میشه سود یک شرکت. که من میخوام قبل از ادامه حل این مسئله اینو خیلی سریع با هم تحلیل بکنیم. ببینید این مسئله داره میگه، این در حقیقت داره میگه که اولا هر چقدر هزینه تولید بره بالا سود کم میشه، خب چون منفی هست سری به هزینه تولید. ثانیا هر چقدر عرضه بره بالا در یک بازار با فرض اینکه کیو آی من ثابت هست، یعنی اگر شرکت رقیب من مثلا اگر این آی باشه یک، اگر شرکت رقیب من بیشتر تولید بکنه سود من کم میشه. خب بنابراین نمودار ببخشید این تابع سود این شرکت ها هست در این بازار. خب بنابراین ما الان تونستیم این بازی رو به صورت کامل تعریف کنیم و من مدل کورنر رو به صورت کامل به شما معرفی کردم، بازیگرها رو شناختیم، عملی که هر بازیگر میتونه انجام بده رو شناختیم و سود هر بازیگر در صورت عمل خودش و عمل بازیگر دیگه به صورت یک تابعی در اومد. یعنی نشون دادیم که عمل هر بازیگر روی سود بازیگر دیگه چه اثری داره و عمل خودش هم روی سود خودش چه اثری داره و تابش رو به صورت دقیق در آوردیم. من برای اینکه این جلسه طولانی تر نشه همینجا قطع میکنم و به شما فرصت میدم که کمی فکر بکنید برای حل این مثال. کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که تعادل نشه این بازی رو به دست بیاریم، یعنی نشون بدیم که شرکت یک و شرکت دو هر کدوم چه مقداری تولید خواهند کرد، یعنی کیو یک ستاره و کیو دو ستاره چه شکل به چه شکل خواهد بود. و یک راهنمایی برای اینکه شما بتونید تا موقعی من ویدئوی بعدی رو ضبط میکنم و میذارم اینجا یا خودتون میرید ویدئوی بعدی رو میبینید از این راهنمایی کمک بگیرید، اینه که شما میتونید از روش تابع بهترین پاسخ این مسئله رو حل کنید، یعنی بهترین پاسخ هر بازیگر به نسبت تولید بازیگر دیگر رو به دست بیارید و بعد نشون بدید که در کدوم نقطه این دو تابع بهترین پاسخ با هم تلاقی پیدا میکنن و در حقیقت بهترین پاسخ هر کی میزان تولیدی هست که دقیقا در همون نقطه داره انجام میده. خب پس در ویدئوی بعد این مسئله رو با هم حل خواهیم کرد و من فرض میکنم که شما تا اینجا این مسئله رو کامل متوجه شدید و از ادامه این فرمول مسئله رو پیش خواهم رفت. فعلا خداحافظ.